بینندگان و شنوندگان عزیز به آوای ایران خوش آمدید. در آخرین بسته خبری با سه عنوان در خدمت شما هستیم. پیام محرمانه وزارت خارجه بریتانیا به تهران اروپا خود را برای تحریم سپاه آماده کرده. اعتراف مسئول ارشد دولت شش کلاسه درباره نتیجه تهدیدات توخالی آیت الله قتل عام. التماس بی سابقه خامنه ای از مردم برای حضور در سیرک انتخابات. اما قبل از مشروع این اخبار از شما همراهان همیشگی و وفادار کانال آوای ایران میخواهیم زیر این ویدیو نظرات خودتون رو در ارتباط با رسانه آوای ایران به فارسی و انگلیسی کامنت کنید ما به حمایت شما دلگرمیم پیام محرمانه وزارت خارجه بریتانیا به تهران اروپا خود را برای تحریم سپاه آماده کرده منابع غیر رسمی حکومت خبر دادند که بریتانیا در پیام شفاهی که در زمان حضور امیر عبداللهیان در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل به رژیم ملاها رسانده رسما اعلام کرده با توجه به رویکرد تروریستی جمهوری اسلامی در مسائل دریای سرخ این کشور تحریم کامل سپاه را به زودی اجرایی می کند بریتانیا از وزیر خارجه رئیسی خواسته این پیام را به مقامات بالاتر منتقل کند همزمان اسناد محرمانه حک مجلس نشان میدهند. تهران خود را برای فشار اقتصادی، تحریم های بیشتر و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی از سوی کشورهای غربی آماده می کند. یک سند با نام گزارش راهبری مدیریت رسد و پایش مجلس شورای اسلامی در 11 آذر 1402 تهیه و در آن تأکید شده است اکنون دوباره بحث قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی مطرح است و آمریکا میکوشد اجماعی بین المللی و دست کم غربی را برای این اقدام ایجاد کند. این گزارش به گزاره های مختلف درباره جنگ میان اسرائیل و حماس پرداخت است. در بخشی از این گزارش با عنوان ساختاربندی منطقه بعد از جنگ غزه آمده که هیچ رویکرد ثابتی درباره چشمانداز آتی وجود ندارد اما همزمان به چهار گزاره احتمالی پایان جنگ با وضعیت فعلی پیروزی حماس پیروزی اسرائیل و تداوم جنگ بدون پیروزی هیچ یک از طرفین اشاره شده است. بخش مهمی از این سند درباره راهبردهای آمریکا و اسرائیل پس از جنگ غزه است که تاکید دارد رویکرد این دو کشور نسبت به جمهوری اسلامی از مقابله با نیروهای نیابتیش در منطقه به مواجهه مستقیم با ایران تغییر خواهد کرد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون پیشتر گفته است ایران خواهان درگیری منطقه‌ای گستردهتر نیست اما از گروه های شبه نظامی حمله کننده به نیروهای آمریکایی حمایت می کند. بر اساس این گزارش پس از جنگ غزه تمرکز راهبردی آمریکا و اسرائیل روی ایران و با, با بکارگیری دکترین اختاپوس خواهد بود آمریکایی ها معتقدند که برای کنترل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی باید ضربات را مستقیما به خود ایران وارد کرد به گزارش نیویورک تایمز کاهش نسبی خشونت بیانگر تصمیم های اتخاذ شده از سوی هر دو طرف است و نشان میدهد جمهوری اسلامی تا حد زیادی بر شبه نظامیان نفوذ دارد سند افشا شده ی مجلس شورای اسلامی در ادامه ارزیابی خود از مواجهه مستقیم آمریکا با ایران برخورد نظامی را غیر محتمل خوانده و مجموعی از احتمالات غیر نظامی را در نظر گرفته است اعمال فشار اقتصادی با تمرکز بر اخلال در فروش نفت ایران اعمال تحریم های اروپایی بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت هدف قرار دادن منابع مالی خارجی تشکیل اعتلاف بین المللی و تلاش برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی احتمالات مطرح شده در این گزارش هستند. اعتراف مسئول ارشد دولت شش کلاسه درباره نتیجه تهدیدات توخالی آیت الله قتل عام رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه نهم اسفند در مورد حقابه هیرمند به خبرنگاران گفت هیچ اتفاقی رخ نداده است علی سراجق افسود هیچ اتفاق خاصی در رابطه با حقابه هیرمند نیفتاده و این در حالی است که جلسات آن با حضور وزارت نیرو به نمایندگی از ایران در حال انجام است. پیشتر گزارش حاکی از آن بوده است که حکومت طالبان تابستان امسال بی توجه به خواست کشاورزان و مقامات استان سیستان و بلوچستان ایران با ارائه حقابه رود هیرمند برای جلوگیری از خشکی و زیان کشاورزان ایرانی مخالفت کرده بود. این وضعیت باعث شده است تا به گفته حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی در روز 13 همه آبان دریاچه هامون خشک خشک شود او به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته بود نبود آب در این منطقه باعث شده که خود به کانون بحرانی گرد و غبار تبدیل شود محسن روحی صفت دیپلمات سابق ایران در افغانستان نیز در نیمه مرداد سال جاری درباره حقابه هیرمند به روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران گفته بود طالبان حقابه ایران را نداده اما زمین های خود از جمله مزارع خشخاش را آباد کرده است معاهده مربوط به آب رود هیرمند بین دولت وقت ایران و دولت افغانستان شامل دوازده ماده و دو پروتکل زمین است که 22 اسفند 1351 برابر با 13 مارس 1973 در کابل به امضا رسید بر اساس این توافق افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب از آب هیرمند را به سمت ایران روانه کند پس از ماهها رفت آمد و جدل میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان این چندمین بار در نیمه دوم سال جاری است که زمان دریافت حقابی ایران از رود هیرمند که از کوههای افغانستان سرچشمه میگیرد به تعویق میافتد در آبان ماه سال جاری 1402 رسانه ها در داخل ایران خبر دادند با گذشت یک ماه از آغاز سال آبی حکومت طالبان هیچ سهمی از آب رود هیرمند به ایران نداده است حسن کازمی قومی نماینده ویژه رئیسی در امور افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سال آبی جاری یعنی تا مهر ماه 1403 شاهد وارد شدن آب از هیرمند به کشور باشیم او ضمن ارائه این تاریخ جدید که به هیچ وجه قطعی نیست اذعان کرده است که آخرین مذاکرات ایران و افغانستان بر سر مسئله حقابه هیرمند نیز نتیجه مطلوبی را که وزارت نیرو دنبال می در بر نداشت التماس بی سابقه خامنه ای از مردم برای حضور در سیرک انتخابات امروز علی خامنه ای با شماری از رعی اولی ها و خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق دیدار کرد و گفت رأی ندادن هیچ فایده ای ندارد در شرایطی که به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان زیادی باقی نمانده و پیش بینی می شود این رأی گیری نمایشی کم رونق از همیشه برگزار شود خامنه ای میکوشد مردم ناراضی را به هر طریق به حضور پای صندوقهای های رای ترغیب کند او که در طول چند ماه گذشته در تمامی سخنرانی هایش بر لزوم مشارکت گسترده در این انتخابات تاکید کرده یک بار دیگر بدون اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در ایران بازداشت ها و سرکوب های خشونت آمیز معترضان پس از جان باختن جینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد گفت کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات می کنند و دیگران را به عدم حضور تشویق می کنند قدری بیشتر فکر کنند. رأی ندادن هیچ دستاوردی و فایده ای ندارد و مشکلی از کشور حل نمی کنند. در این دوره از انتخابات سطح تازه ای از نظارت استثوابی با رد صلاحیت گسترده شمار زیادی از چهره نزدیک نظام به نمایش گذاشته شده است. اما با این همه علی خامنه ای بدون اشاره به این موضوع گفته است که باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کنیم نه از زاویه جناهی و گروهی اگر انتخابات ضعیف باشد همه ضرر می کنند خامنه ای در اظهارات خود افرادی را مخاطب قرار داد که به گفته ای او در داخل به انتخابات بیالتفاتی می کنند به باور برخی کارشناسان تاکید چندباره خامنه ای بر حضور پرشور مردم در انتخابات نشانی از این است که حکومت دریافته در اسفند ماه از نظر حضور مردم پای صندوق های شکست بزرگی پیش رو خواهد داشت. چهارم اسفند رسانه های ایران به نقل از یک مسئول ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بودند در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری الزام درج مهر در شناسنامه حذف شده است تعدادی از فعالان سیاسی پیش از این نگرانی خود را در مورد این تغییرات اعلام کردند به گفته آنها مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند با استفاده از این روش ها میزان مشارکت را بالاتر از میزان واقعی آن نشان دهند. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. یادتون باشه که تیم ما تلاش میکنه تا تازه ترین و بروزترین خبرها رو تقدیم شما کنه. بنابراین مهر خودتون را از ما دریغ نکنید، لایک و کامنت فراموش نشه. تا یه بسته خبری دیگه خدا نگهدار.